با درود بینندگان گرامی، من آریو برزن پیروزنیا امروز سه شنبه چهارم ماه سپتامبر سال 2012 میلادی برابر با ساعت 2 بعد از ظهر در کالیفرنیا و یا ساعت 11 شب در فرانسه که برابر هست با ساعت 1:30 بامدادان چهارشنبه 15 شهریور ماه سال 2571 ایرانی، از شبکه اندیشه برنامه دیگر از سری برنامه های ایران امروز، ایران فردا رو با مدیریت و فرمان آیان عماد و تونی در اتاق فرمان پیشکش شما می کنم. بازپخش این برنامه آدینه یا جمعه همین هفته که 7 سپتامبر و یا 17 شهریور ماه در ایران خواهد بود، از حول و حوش ساعت 5:45 به بعد بامدادان کالیفرنیا که در حقیقت ساعت رسمی برنامه 6 بامداد است، ولی اگر از بعضی وقتا مقداری زودتر کامپیوتر ممکنه پخش بکنه، خواهد بود که حدوداً از ساعت 17:15 یا 17:30 بعد از ظهر به وقت محلی ایران خواهد بود. یوتیوب این برنامه نیز بعد از یکی در ظرف یکی دو سه روز آینده در یوتیوب اندیشه چنل در دسترس همگان خواهد بود. در برنامه امشب که به سه مقول من به اون خواهم پرداخت و دوست و همرزم گرامی روزبه فراهانی پور رو در اتاق در کانال استودیو دارم در کالیفرنیا، در وهله اول به نگاه مختصری خواهم کرد به اون چیزی که عیان بود و در حقیقت نتایج یک دیپلماسی ورشکسته از سوی جمهوری اسلامی در مملکتمون که نه تنها با صرف هزینه های هنگفت از دنیای مردم تهیدست ایران در حقیقت آمد یک باج و خراجی به کشورهای کوچکی یا میکروستیت های کوچکی در روی نقشه که وضعیت اینها رو باید با ذره‌بین نگاه کرد داده بشه، بلکه متاسفانه و در فقدان یک اقتدار درست و یا یک مشروعیت عمومی از سوی توده های ایرانی، عملاً تهران پایتخت ایران تبدیل شد به تریبونی بر ضد منافع دوردست مردم ایران و خود ایران برای دهه هایی که میاد که به اون خواهم برداخت. در تکیه دوم مسلماً به مقوله آذرآبادگان یا آذربایجان جان جانان خواهم پرداخت که در اونجا با دوست و همرزم گرامی روزبه فراهانی پور در راستای یکی دو سه برنامه که قبلا بود در مورد این نامه کذایی آقای رول باکر نماینده منطقه 46 کالیفرنیا به خانم هیلاری کلینتون صحبت خواهیم کرد، و در اتمام چون بازپخش این برنامه در یک روز تاریخی و یک روز سیاه در کشور ما هست، یعنی 17 شهریور یا آن چیزی که وقایع میدان ژاله نام گرفت، به اون اشاره خواهیم کرد و از حضورتون تا هفته دیگر مرخص خواهیم شد. اما در رابطه با این اجلاس غیر متحدها که اشاره کردم، اول از همه شاید بد نباشه بدانیم که خب بسیاری میدونید که در سخنان آقای مرسی رو جمهوری اسلامی تحریف کرد و در اونجایی که نام سوریه می آمد رو، این رو همه به اطلاع دقیق دارید و شنیدید در برنامه های چند روز گذشته از سوی تمامی کسانی که در رسانه های گروهی هستند، در مورد این شالاتانیسم سیاسی رو که نام سوریه رو کسی که ترجمه می کرد و حتما از خودش این کار رو نمی کنه، دستورهایی است که ناچار اجرا بکنه، اون رو با اسم بحرین تغییر داد. و حالا خارج از این که متاسفانه در راستای بحرین، اگر یادتون باشه حدود 2-3 ماه پیش با همین روزبه فراهانی پور دوستان برنامه‌ای داشتیم در مورد بحرین، ایرانی زادگان بحرین متاسفانه میان دو صندلی قرار گرفتن. از یک سو یک جمهوری اسلامی رو دارن که داره حرکت‌های آزادی خواهانه اونها رو سعی میکرد به عنوان یک حرکت اسلامی تبدیل کنه، و دیدیم که حتی نشون دادیم عکسی رو هم از میدان اصلی بحرین
که عشق به ایران رو به زبان عربی بحرینی ها بلند کرده بودن. حتما در برنامه های دیگری با روزبه خصوصا در راستای خلیج فارس صحبت خواهیم کرد، به بحرین هم خواهیم پرداخت. و متاسفانه جمهوری اسلامی با اسلامی نمایان کردن اینها و دخالت در کار اینها، متاسفانه راه اینها را سعی کرد به بیراهه ببره و حتی سنگی به دست وهابی هایی مثل مرسی یا در حقیقت کسانی که نخ مرسی رو میکشند، منظورم از ریاض تا دوحه در قطر، از ریاض در عربستان سعودی تا قطر، به اونها هم این امکان رو داد که سرکوب هرچی گسترده‌تر کنند. و متاسفانه ایرانی زاده هایی نیز که موقعی که بسیاری از هممیهنان اپوزیسیون در خارج از کشور از خوب و بغض معاویه، شاید بعضی وقتها بعضی هاشون بهتر از جمهوری اسلامی نمیتونن فکر کنن و بسته هستن، اونها هم حتی سنگ برداشتن و بر سر بحرینی ها زدند که اینا عملا عاملای جمهوری اسلامی هستند و غیر و غیر. و از اینجور آدم ها متاسفانه در دنیای خارج از کشور پر هست. و دیدیم هم که آقای شریعت مداری سردبیر کیهان شاید بهترین اشاره رو کرد که برگشت گفتش که حراسش در یکی از مقالات نوشته بود که دارن جریان بحرین رو یک جریان ایرانی میکنن. اونها خودشون خطر رو فهمیدن و متاسفانه مایی که بعضی وقت خودمون رو میلیگرا درست میکنیم در نیویورک و غیره نشستیم فکر میکنیم با ایمیل زدن، منظورم از آقای همسال آقای کیمیایی و غیره هستش، گمان میکنیم اپوزیسیون شون اگه پرچم شیر و خورشید هم مثل آقای نوریزاده بغلمون باشه، آقای متحدی و غیره و غیره رو به خودمون اجازه میدیم که برای کسانی که اطلاعی ندارن توجیه کنم. آقای متحدی که با جریان کومیله و حزب دموکرات عملا امروز تقریبا فقط دیگه بقیهش روش نمیشه جدای ایران رو در سر میپرورانه، به این برنامه هم خواهیم پرداخت. اما تحریفاتی که در راستای حرف‌های مرسی شد، اگر آقای عماد لینک وبلینک یک رو نشون بدید سپاسگزار میشم. بسیار خشم دیپلماسی مصر رو برآورد و شما اینجا روزنامه درجه یک انگلیسی زبان مصر دیلی نیوز ایجیپت رو میبینید که در اون به این شالاتانیسم جمهوری اسلامی اشاره شد و اون رو شدیداً وزارت امور خارجه مصر محکوم کرده. یعنی اینکه نه اینکه میبایست برای یک دیپلماسی درست پلتفرمی درست کرد که امثال اینها بیاین و در حقیقت با اسم عمر و ابوبکر و عثمان، چون بهتر از خود حاکمان ایران هم نمیدونن، در این چهار خلیفه‌ای که از مصر تا ایران رو به خاک و خون کشیدن امروز چیز میکنه و بسیاری از مردم ما چه در داخل ایران هم چه در مصر، این چهار تا خلیفه رو به عنوان مقدسات خودمون میشناسیم که میدونی سه تای اونها هم اتفاقا به دست ایرانی ازشون در حقیقت خونخواهی شد و انتقام گرفتم. و این جریاناتم دینیست، من نمیخوام اونقدر وارد شم، اشاره فقط میکنم. حراسی هم البته ندارم، میخوام برنامه از کانتکست خارج بشه. حتما یه برنامه در این راستا خواهم داشت. ما سه تا از این خلفا، یعنی از عمر و ابوبکر و عثمان و علی امام شیعیان، به دست ایرانی زادگان سرانجام به خاطر حملاتی که در زمانهاشون در ایران شد، اتفاقاتی که افتاد، میدونید کشته شدن. حالا میتونید بعضی اسمش خوارج بذاریم یا هرچی توجیه کنیم، اون صحبت دیگری است. اما این در راستای مرسی وهابی بود. اگر دوست خوبم روزبه به من قبل از برنامه اشاره کرد و نکته رو گفت که من اطلاع نداشتم، اون دو تعریف دیگر بود که در این کنفرانس شد. اول یکی از این که نماینده قطر موقع سخنرانی نام شاهاب همیشه پارس رو ورداشت به نام مجهول خریج با عین شروشه یا عربی نامید و فقط مترجم نام رو کرک کرد و هیچ گونه واکنشی هم ما ندیده ایم. مسلما موقعی که میخوان زمین های کشاورزی ایران رو به قطر واگذار کنن، ناوگان هوایی ایران رو به قطر واگذار کنن، قطری که داره مدت هاست گاز ما رو یک طرفه میبره در جایی که منابع مشترک من از این آملام تا کام نمیگن، این نمایانگر حکومتی است که حرف از اقتدار ملی میزنه. قطری که قبل از انقلاب شکومند اسلامی یک دونه میکرو کشوری بود، یعنی همون جزیره بود و اصلا لام تا کام اگر دولت وقت ایران میخواست کاری بکنه جرأت نداشت نه تنها حرف بزنه، بلکه ناوگان ایران که رد میشد
پرچم رو به حالت احترام به پایی میکشه، امروز به داخل تهران پایتخت ایران میاد و این گونه توهین به ملت ایران میکنه و جمهوری اسلامی هم لام تا کامل میگه. نکته دیگر که شاید بهترین سخنران خارجی بود که متاسفانه عده‌ای هم در خارج از کشور باز اکوی دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل شدن و بر سر اون متاسفانه زدن و خودشون رو اپوزیسیون ملی مینامن، حضور آقای بنکیمون در ایران بود، یعنی رئیس سازمان ملل که طبق وظیفش باید اونجا حضور پیدا میکرد و مسلما کار درستی کرد از لحاظ عرف دیپلماتیک، اما انقدر بعضی از خوب و بغض گیر میکنن که به اصل کار رو فراموش کردن. این بود که موقعی که آقای بنکیمون در رابطه با نیاز و حقوق بشر در ایران سخن میگن، حرف میزنن از کشوری که به جهان استوانه حقوق بشر کوروش رو هدیه کرد، که خب میدونی جمهوری اسلامی مسلما این یکی تیکه رو حتما سانسور میکنه که کرد. به هر روی برگزاری این کنفرانس، اگر لینک به لینک دورم جناب اماد نشون بدید، به قال یورو نیوز که یک بنگاه در حقیقت آنالیز بین المللی هست، چیزی جز یک شکست برای جمهوری اسلامی، لینک دو لطفا اگر میشه، چیزی جز یک دونه شکست و یک افتضاح بین المللی و همینطور نمایانگر اون چیزی که همیشه میگفتیم در برنامه های قبل، من گفتم بیمایگی هر چیزی به نام کنفرانس غیر متحد ها، خصوصا در فراسوی از بین رفتن جنگ سرد هست. یعنی قرار شد فقط 100 میلیارد تومان در زمانی که ورزاقان و اهر با خاک اکسان میشن، از دنیای مردم ایران خرج مرسدس و ویلا و قالیچه و چلو کباب و غیره و غیره و انواع اقسام پولای توجیبی و وامای بلاعوض به کشورهایی بشه که میگن بعضی از اینها بهش میگن میکرونیزیا، یعنی کشورهایی که در نزدیک استرالیا در اقیانوس آرام هستن و به اینا میکرو میگن، یعنی واقعا میگن اگر نقشه رو نگاه بخواهید بکنید واقعا باید نقشه معیار بسیار بزرگی باشه، یا اینکه وردارید ذره بین گنده ای بر جلوی چشم بگیرید. در اصل این شاهکار دیپلماسی جمهوری اسلامی بار دیگر بود و جز شکست چیزی نیست. اما نکته اشاره کنم، باز دیدم عده ای آمدند به یاد، اگر همه داشته باشند زمان کنم که حالا نمیخوام کردیتی بگیرم، اشاره کردم که برگزاری این کنفرانس از چندین هفته پیش تر از کنفرانس فرصت خوبی برای اعتراض خواهد، و خصوصا اشاره کردم که در این روز سعی کنید ابدا از دادن شعار کلمه رو هم به کار بردم چندین بار در برنامه گذاشته، شعار عقب مانده الله اکبر که معنای خودش و امکان فرصت طلبی های خودش رو داره و در لیبی و سوریه و غیره موقعی که سر میبرن این شعار رو میدن، جمهوری اسلامی موقعی که میکشت شعار الله اکبر میداد. من کاری نمیخوام به مسلمانان توهین کنم، میخوام موقعی که به بار سیاسی این رو ادعی میخوان بیارن متوجه عملکردهای سیاسی بشیم. الله اکبر در دکان خودش باقی موند، احترامش مسلما بیشتر میشد، احترام رو هم همسایه بنده نشکاندن، احترام رو اونهایی میشکنن که الله و باوراشون رو آوردن در زندگی روزمره مردم ایران با چما در پشت سرش گذاشتن. اما اشاره کردم این کار رو نباید کرد. دیدم که باز مقداری از بقایای مزمحل شده آن چیزی که اصلاح طلبانه در اون حکومتی است، باز مثل جریان رفراندوم که امسال مثل سازگارا پریدن و غیره و غیره و به بیراه سعی کردن ببرن و تا حدی هم باعث خمودگی روحی مردم شدن و اینها رو به کنار رفت است که داشت یک موقع به تبدیل به برنده می شد. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون و از ما بهتر اونهای اپوزیسیون هم وارد این بازی حتی موقعی شدن و ندونسته به قول آمریکا یا تیر در پای خودشون و در پای ما همه قرار دادن. به هر روی باز بقایای این اصلاح طلبان در اون حکومتی آمده بودن، نمیگفتن این فرصت خوبیست و شعار الله اکبر بدید و بنکیمون هم باید بره آقای موسوی سمبول و لیدر اپوزیسیون ایران رو ببینه. حالا اینو البته در فیسبوک و غیره جور دیگه میگفتن که مردم امضا کردن. متن انگلیسی رو که نگاه میکردین از عقب مانده هایی مثل موسوی و کروبی که خودشون عاملین این بدبختی و نخست وزیر زمان کشتار زندانیان سیاسی بود که همکنون هم الان سالگردش هستیم، برید اون رو ببینید. و واقعا من ماندم که اگر بشینیم مبنا رو بر این بذاریم که قبل از جنگ جهانی دوم، قبل از اینکه انگلیس و آلمان نازی وارد جنگ بشن، رودولف هس
که به قول معروف ولی عهد هیتلر بود با چتر وارد انگلستان شد که بخواد ارتباط با اونا برقرار کنه. اونو نه تنها تمام مدت جنگ در زندان بود به خاطر اینکه بالاخره رسمی مقام رتبه بالای حزب نازی بود و مسلما در کشتارهای قبل از جنگ هم چون خواه ناخواه اگر قبول نداری میرفتی کنار، مثل موسوی تا آخر ترمش بود، اما در پایان جنگ هم دیدید که آخر سر این آدم رو محاکمه کردن و تا آخر عمرش هم در زندان اشپاندها در آلمان به سر کرد. مملکت ماست که یا از فقدان آگاهی یا از بدبختی ندونستن چیز دیگری همیشه ما مهره های سوخته و کثیف رو سعی میکنیم به عنوان راه حل تمیز فرداهامون برداریم. به قول اینشتین، از اون چیزی که مشکلی که خودش بخش مشکل رو به وجود آورده شما هیچ وقت درمان نمیتونید بسازید. در هر صورت برای این کار یک خرد عمومی نیاز است. امیدوار هستم به اون روز. اما اگر امکان داره جناب عماد، چون صحبتیم به قسمت دوم برنامه‌مون، اگر امکان داره لینک 3 رو لطفا نشون بدید برای یک یادآوری. لینک 3 باز مربوط به این نامه کذایی است که آقای رورباکر می نویسه خطاب به خانم هیلاری کلینتون برای دفاع از در حقیقت تجزیه آذربایجان یا آذرآبادگان که باعث موج عظیمی از واکنش های گوناگون شد. مثلا پان ترکیست هایی که از باند مافیایی نفتی علیوف و یا ترکیه عقب مانده دارن دستوراتشون رو میگیرن، اونها میتونن نامه فرمت دار بذارن و هی برن اونجا تشکر کنن و میبینین نامه همونه. اما به طور قطع موقعی که قبل از اینکه من با روزبه نازنینم در اتاق در استودیو برقرارشم، خواستم چند این رو اشاره بکنم. اولا یکی این که اگر اونهایی که تاریخ رو خوب میدونند و تاریخ رو اطلاع دارن، حقیقتا باید این رو درک کنن و متاسفانه چون کم کار شده و حکومتی هم که در ایران هست چون از ایرانگرایی ناب حراس داره، گفتم این جن و بسم الله در زمان خودش در مقابل فرهنگ تازی اسلامیش هست و میترس از میبینید میگن مکتب ایرانی، حالا حتی اگه بعضی از خودی هاشون هم بخوام بیان سواری از این مکتب باز با سس اسلامی و غیره بگیرن، حتی از اونم واهمه داره. ببینید این واقعا جن و بسم الله برای اینها میمونه. اونهایی که سواد تاریخی دارن یا اصولا آکادمیک های بین المللی یا در حقیقت نظردهندگان بیطرف، یعنی نه ایرانگرایان و نه پانترکان که هویت تاریخی اونجوری هم ندارن، من کاری به زبان ترکی مقوله زبان ترکی ندارم، منظورم یک پانترکیسمه، و اینکه بیان بگن که بله آقا مثلا از سومر و غیره و غیره نصف این جهان در حقیقت نوادگان ترک بودن، مثلا کمود آدم هم نامش رو چنگیز یا آتیلا بذارن، حالا اون به کنار اگر آدمی بوده است. اما اگر اونهایی که تاریخ رو بلدن یا اونهایی که اگر بلد نیستن ولی انگلیسی خوب بلد هستن، من گمان کنم بیش از هر زمان دیگری زمان اون رسیده که ما به آگاهی خودمون بیافزاییم. به یاد داشته باشیم که بزرگترین سلاح برای نجات خودتون و آرمان ایرانگرایی فقط آگاهی هست و بس. اونم نه آگاهی شعارگونه، آگاهی آکادمی، کسی هم میبرید هزار و یک کتاب هر کسی باز کنه، اما مسلما ماخذهایی هست که شکیده اینها رو در مختصر مثلا 40-50 خط یا یک صفحه اونین یا دو صفحه اینها رو برای هر کسی در دسترس میذاره و در پایین صدها و صدها ماخذ تاریخی، آکادمیک، باستانشناسی، ژنتیک، فونتیک یا آواشناسی و و و چیزهای دیگر میاره. اینا رو من واقعا دعوت میکنم بچه‌هایی که خصوصا در ایران و آذربایجان هستن اینها رو بخونید. لااقلش این خواهد بود که انگلیسی شما خوب میشه اگر با متن‌های داده ها هم آخر سر به نتیجه قبولی نرسیم که این همه گفتن و باز بخواین دوتا کتاب فقط قرازه تفکر توده پورپیرار یا مشقاسم قاسم آبادی و این دیوانه های عقب مونده رو بخواید دوتا ست کتاب بردارید که اونا هم به دوتا ست کتاب بیشتر رفرنس میدید. این سطح ها ماخذ و اندوکاف هست. در این راستا اجازه بدید بریم جناب عماد، یک لینک رو من نشون بدم، لینک شماره 4 هست، ازتون ممنون میشم، در رابطه با تاریخچه و شجره نامه تا
تاریخی مردم آذرآبادگان یا آذربایجان هست. اینو شما در هر گوگلی میتونید تایپ کنید، آذربایجانی پیپل. حالا گرچه که اون ا متاسفانه اشکال داره، آذر گفتن خود آذری های اصل، یکی از اولین زبان های ایرانی بودن، اما متاسفانه حالا امروز به نرخ روز شده آذر. و من حتی دوستان خبرنگار و نویسنده ای دارم که فکر میکنن چون این اسم امروز درآمد شاید بیشتر باشه یا خوشمزه تر تو دهن خارجی باشه، حتی اسم مثلا نازنینشون رو چیز دیگری میکنن. و جای واقعا تاسف است برای من، چون این نمایانگر اینه که ما بلد نیستیم یک سری اصول رو نگه داریم، مثل جواد که میشه بعدن جو یا غیره، این از اون هم بدتر هستش. به هر روی این برای شما به خوبی اشاره میکنه، خصوصا در بخش تاریخش هیستوری اگر بیارید جناب عماد ممنون میشم. در بالاتر اینا همه فرهیختگان آذرآبادگانی هستند در این سو، و در آران تالش در آن سوی عرس یا ایران اشغالی شمالی، در این بخش هیستوری حتی به اسم آذرآبادگان آذربایجان اشاره میکنه و که این در حقیقت یعنی نگهدارندگان آتش، و در عین حال اسم یکی از فرمان روایان اولی این منطقه که ایرانی زاده بوده و اسمش آتور پارتگان بوده و از آریو برزنس میاد. منظورم من بنده اصلا اسم آریو برزن خدایی که از این شامبوتی بازی هایی که بعضی ها میکنن نیست، من دارم تاریخ رو میخوام بهتون اینجا بگم. این رو من واقعا دعوت میکنم در گوگل سرچ انجین دوستان بزنن و مطالعه کنن. جناب عماد اگر امکان داره پشت سر این اسم این هست از آذربایجانی پیپل، و اگر میتونه کسی اینو باید بشینه بچه ها ترجمه قشنگ بکنه بدون تعریف جمهوری اسلامی وار، چون فارسی این هم در همین ویکی هست، منتها متاسفانه بسیار مختصر است. اینا کمی ما هستش دوستان، اینو یک ادعا این همت رو بکنم، چون که در این فیسبوک ها با این دیوانگان فقط بخوان به طور استریل چک و چونه بزنن. موضوع اینها نیستن، اینها بعضی ها عجیر شده یا ناآگاه هستن. موضوع اینه که بچه های بیشتری به دام پوزه خونالود گرگ که نماد عقب ماندگی اینا و خونخواری اینا هست نیفته. بریم لینک 4 لطفاً ببینیم جناب ما. لینک 4 برای شما در راستای همون آذربایجانی پیپل هست به نام آتن، و این تاریخچه باستان در قسمت در حقیقت آناتولیا و آذربایجان هست. میدونید آناتولی یا آناتولیا دوستان اتفاقا اون هم سرزمین ایرانی بوده است و امروز بخش عمده ای از ترکیه است، و قشنگ اشاره میکنه که نزدیک 9000 سال ایرانی زادگان بر این منطقه حکومت کردن، و تنها در طی 6-7 قرن بعد، بعد از یورش سلجوقیان و غیره و بعد مغولان هست که زبانها ترکیزه شده، وگرنه اصل این مردم آریایی، ایرانی، یونانی و بعد رومی و بعد دوباره ایرانی هستش، و بعدن فقط 6-7 قرن هست که این آمده. یعنی اگر بقیه ایران عرب باشند، آن وقت مسلمن آذربایجان هم ترک هستش. آذربایجان ترک زبان هست، همون گونه که اگر ایران 50 سال حکومت بعد از قاجار زمان پهلوی ها و تمیز کردن کلمات ترکیب نبود، ایران هم بقیهش لابود و وقت امروز عربی صحبت میکردن. در اصل اینها رو خوب هر چیزی که ما میخونیم در کنتکست زبان و مکان، اینو همیشه به ما یاد میمونه در دانشگاه، کنتکست زبان و مکان رو به یاد داشته باشید. اگر کتابی میخونید، کتاب سیکل آفرینش و پیشرفت اِوولوشن بشر رو میخونید، کتاب یک دوشو مطمئن باشید بخونید، چون ده که بخونید انگار یک دفعه یک میوه رو در آسمان کاشته اید و دارید راجع به خواص اون صحبت رو بدونید که دارید راجع به چی صحبت میکنید. برید به لینک شماره 6 لطفاً که آناتولیای امروز هست. میگم ریشه این کار یعنی اون چیزی که ترکیه هستش، که اتفاقا لحاظ فرهنگی بسیار با مردم آذربایجان فرق داره، اشاره هم بارها شده که مثلا نمونه یکیشی میکنم چند سال پیش داد زیره که اتحادیه اروپا فشار بهش نیاره برگزاری مراسم نوروز که ایرانی هست قدرن بود. ترک ها یه ترکیه اینقدر سب داشتن، بالاخره از تخم ترکه امپراتوری عثمانی هستند که در چالدران و اینا هزاران آذری و کرد ایرانی رو قتل عام کرد. به هر روی این باز داره میگه که آناتولی گذشته ایرانیش چه بوده،
و چه و چه و چه و اصلا آناتولی ها هم که یونانی شده نامی منطقه هست جزوی از ایران و قوم آریا بوده. اول خوب ما خودمون رو بشناسیم. موقعی که این خوزبلات رو متاسفانه اینها نه اون خوزبلات خلاف اینها رو به خورد میدن، مسلما اون موقع میاییم در طرحهای استعماری مثل قرارداد 1321 که بخوان بر حقیقت نفت ایران رو بگیرن، ایران رو تقسیم کنند و غیره، که رضا شاه یا رضا خان در جلوی اینها وایساد، بعد مرحوم قوام وایساد، بعد محمد مصدق وایساد، بعد پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه وایساد. میتونید ایراد خیلی بگیرید بعضی ها، اما یک حقیقت هایی رو این اتیکت رو داشته باشید، کردیت رو در اونجایی که هست بدهید لطفا. 1972 و و و و همه اینها برای دفاع از حاکمیت و منابع ایران بود. دیدید خاتمی رفت و در یک میتینگی در سر دریای خزر و غیره و غیره ترسید در واقع روز چی بگه، ترسید به مردم ایران چی بگه، ممکنه جمهور بود قش کرد. اینو خوب به خاطر بیارید این نکات رو. امروز هم که میبینید دارن در حقیقت نفت مازندران رو باند مافیایی نفتی علیوف، سرسپرده علیوف داره میبره. دیدید خونه ها رو چه جوری خراب میکنن بر سر مردم در آن سوی رود ارس. دو هفته پیش بود نشون دادم بعضی از این پاندورها قزل قرط واقعا کرده بودن. به هر حال نگاه کنید به لینک شماره 7 بی بی سی خبری لااقل جوری که در قسمت فارسیش بود به گزارش بر چند روز پیش که برگشت نوشت بیش از 4000 زبان ریشه از ترکیه گرفتند. این رو موقع که شما میخونید و خبر رو میخونید یعنی واقعا خندتون میگیره و از اون روی سوال رو میکنید که آیا مترجم این جریان این کار کرده یا نه، باز یا باز در راستای خوزبلات و سیاست های مزورانه بریتانیا این خواسته یه دقیقت وزارت امور خارجه کشور فهیمه انگلیس هست که به خورد یک سری کسانی که تا آگاهی تاریخی ندارن یک دروغی رو بده. در این میگه که روزنامه، در این میگه روزنامه معتبر ساینس یک مطالب یک تحقیقات عمده ای رو چاپ که در این اینجوری که این میگه بیش از 4000 زبان دنیا از ترکیه ریشه گرفتند. خب این افتاده دست دو سه دست پانتورک های عقب مانده یا اجیر و یا اون بنده خدایشون که ناآگاه هستن و واقعا این رو باور میکنن. منم یه دوست داشتم که آوردم اینجا اون میگفت اصلا سومری ها ترک صحبت میکردن، حالا به هر چی اصلا کوروش داشت. اگه یادتون باشه برنامه زمان نوروز رو که من به ایشون درود دارم، ایشون یه مقدار اشکال دارن، ایشون نه تزویر دارن نه ریا، متاسفانه من گمان کنم این تیکه ناآگاهی ایشونه. اما این خبر جوری هست که شما میبینید که بخش فارسی بی بی سی برای مردم ایران نوشته. حالا ببینید لطفا لینک 7 و لینک 8 رو که روزنامه معتبر نیویورک تایمز چاپ 23 آگوست هست، یعنی تقریبا 10 پیش رو نگاه کنیم. جناب احمد اگر میشه لینک شماره 8 لطفا نشون بدید که روزنامه نیویورک تایمز هست. بزرگتر اگر تیتر رو بکنید من از شما ممنون میشم. تیتر رو اول و بعد به بقیهش میریم. در تیتر این میگه همونه، در راستای همون تحقیق روزنامه معتبر نیویورک تایمز هست دوستان، میگه که ریشه زبانهای آریایی و هند اروپایی و زبان پرژین هیتیت که اینا زبانهای ایرانی که هستن همه از آناتولیا میاد و اشاره میکنه که موقعی که میگیم از آناتولیا میاد، این آناتولیا برای نزدیک 9000 سال نوادگان ایرانی در این زندگی و حکومت و غیره و غیره میکردن و تنها 6 قرن که ترک زبانان یا بعد از حمله سلجوقیان و بعد عثمانی شدن و غیره و غیره و غیره زبان شده. اما ریشه زبانهای آریایی یا فرهنگ آریایی در آناتولیا یعنی بخش عمده امروز ترکیه است. پس برای همین متوجه میشید ما که میگم تا همین چند سال پیش ترکیه جلوی جشن نوروز رو هم میگرفت برای چیز. این رو من و چند تن از دوستان پیدا کردیم و در فیسبوک در پاسخ این عقب مانده ها زدیم که باز یک تیت خونده بودند و به قول معروف شار شده بودند و اگر یک رفرنس رو میخواهید بیارید لااقل فکر کنید چی در پسش هست که موقع علیه خودتون تمام نشه. این رو من دعوت میکنم دوستان اونایی که در خارج از کشور هستن، واقعا من ممنون میشم کسانی اگر این وقت رو دارن تماسی با من بگیرن. ترتیب برگردان انگلیسی اینها من گمان کنم یه جواب داده بشه.
و پخش توزیع اینها باید داده بشه که یک سری جوان ما رو اینا سعی نکنن با باز کردن با احساسات اینا بخوان به بیراه برن. این رو ما به اون جوان ها و به خودمون و به ایران بدهکار هستیم. بریم با اجازتون در اتاق فرمان و دوست و همرزم گرامی روزبه فرهانی پور رو داشته باشیم و در راستای این نامه کذایی آقای برامبک و فعالیت هایی شده و اینکه چه باید کرد مقداری با ایشون در صحبت باشیم. روزبه جان درود به شما در استودیو. درود بر شما آریای نازنین و درود بر تمام بینندگان گرامی برنامه شما در سراسر جهان و سپاسگزاری از اتاق فرمان. همون جوری که شما هم اشاره کردید این روزها در دوران سالگرد قتل عام زندانیان سال 67 که خوب ادای احترامی هم به اونها کرده باشیم اینجا این یادآوری رو داشته باشیم. دوم اینکه همونطوری که اشاره کردید در راستای این حرکت‌های تجزیه طلبانه بیگانگان که امروز از دفتر یک نماینده کنگره آمریکا آقای دینا اورباکر در جنوب کالیفرنیا نامه نوشته میشه به وزارت خارجه آمریکا که خوشبختانه من میبینم حرکت‌های گوناگونی از سوی مردم داره شکل میگیره در مقابل آقای اورباکر اعتراض بهش میکنن. این رو باید یادآوری کنیم قبل از اینکه مستقیما راجع به این نامه ایشون صحبت بکنیم. حرکت‌های دستاندازی بیگانگان روی ایران امروز کار دیروز و امروز نیست، پیشینه بسیار درازی داره، کما اینکه بیش از 10 برابر سرزمین ایران امروزی توسط بیگانگان از ایران جدا شده. یا جا داره امروز تقریبا مصادف با سالگرد کشته شدن و شهادت رئیس علی دلواری یکی از رهبران جنبش تنگستان در سال 1294 که در مقابل انگلیسی ها خودش و چند تن از یارانش ایستادگی کردند که اونها را از بوشهر ما از بوشهر ایران زمین بیرون کنند که جانش رو در این راه از دست داد. و همینطور 15 شهریور سالگرد بنیانگذاری جنبش پانیرالیزمه که یکی از جنبش های ناسیونالیزمی ملی ایرانه که جا داره اون رو هم بهش اشاره بکنیم. و اما در رابطه با نامه آقای کنگرسمن دینا اورباکر که در جنوب کالیفرنیا است، بعد از اینکه من و شما برنامه های متعددی رو داشتیم خوشبختانه تعداد زیادی تومار، نامه های مستقل، حرکت های مدنی گوناگون سازماندهی شد علیه ایشون که یکی از اونها رو از اون نامه ها رو ما راه اندازی کردیم که نامه در حقیقت به شخص من و آریو و هیچ کس دیگری بستگی نداره. این نامه ایست از سوی زبان تمام ایرانیان دردمندی که دارن اعتراض میکنن و آقای اورباکر و همینطور درخواست میکنن از سیاستگزاران امروزی وزارت خارجه آمریکا که نامه رو دریافت کردن موضع خودشون رو روشن کنن و همینطور رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا آقای رامنی که اگر قرار بشه سکان اداره مملکت رو در اینجا در دست بگیره اون چه موضعی نسبت به تمامیت ارضی ایران داره، که البته در مصاحبه و گزارش مغرضانه بی بی سی با وجود مغرضانه بودنش به نظر می اومد که وزارت خارجه آمریکا خواسته شانه خالی کنه از پاسخ دادن به بی بی سی و مشخصا پاسخ نده، ولی همینی که اشاره کرده بود بر اساس اصول دیپلماتیک و چارچوب هایی که وزارت خارجه آمریکا همواره به اون پافشاری کرده جواب نامه آقای اورباکر رو داده که ما هنوز موفق نشدیم پاسخ نامه خانم کلینتون رو دریافت کنیم، ولی این نشون دهنده اینه که وزارت خارجه آمریکا هم به نظر میاد در احترام گذاشته به چارچوب های مرزی و دخالت نکردن آمریکا در تغییر مرزهای کنونی کشورها، که امیدواریم همین گونه باشه و اینها این چارچوب ها رو قبول داشته باشن. و در کنار این نامه و توماری که با آریو ترتیب دادیم و پخش کردیم، نامه های گوناگون دیگری هم از سوی دیگر هموطنان و هممیهنان ما و همینطور ایرانی آمریکایی ها منتشر شده که تمام این نامه ها تا اونجایی که من نگاه کردم نامه های خوبی است و اونهایی رو که امکانش بود برام من هم امضا کردم و فکر میکنم آریو هم همینجور که اونهایی رو که معذوریت هایی داشتیم طبیعتا سعی کردیم فقط به آگاهی دیگران برسونیم
و اینجا جا داره اعلام بکنیم اگر کسی با این نامه ها حتی اگر با تمام اینها هم مشکل داره، کار سختی نیست، قلم به دست بگیرید و دیدگاه مستقل و مشخص خودتون رو روی کاغذ یا روی ایمیل بیارید و بفرستید برای دفتر این نماینده کنگره، به دفتر وزارت خارجه آمریکا و سعی کنید این موضوع رو دنبال کنید. یک گلگی هم دارم اینجا از همیهنان یا ایرانی آمریکایی هایی که نمایندگان ایرانی سازمان حزب جمهوری خواه هستند که شوربختانه بعد از حرکت هایی که سعی کردند از درهای پشتی مشکل رو حل بکنن، بعد از گذشت تقریبا چند هفته هنوز هیچ موضع روشنی در رابطه با موضع حزب دفتر ایرانی حزب ایرانیان آمریکایی جمهوری خواه مشخص نکردند و هیچ موضعی رو در رابطه با این موضوع به صورت صریح یا به صورت بیانیه اعلام نکردند. جان، اولا راستای وقتی که شما در راست پاسخی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با بی بی سی اعلام کرده، به قول شما ما که در آمریکا هستیم میدونیم که این طرز فرمول بندی و پاسخ بندی اونجوری که آمریکایی ها در کورپوریت آمریکا بزرگ میشن و تعلیم میبینن، یعنی یک حالت دیپلماتیک، این که بگن ما این درس کار این آقا رو نمی کنیم و براش هم نامه فرستادیم و صدایی هم مطمئن میشه. اگر یک دونه نامه پازیتیو تا الان اومده بود، الان آقای روباکر اینو برداشت بود با بوق و کرنا دلم دین بول مشغول سر و صدا بود، یا لااقل پانترکای علیوف این کار رو میکردن. یعنی در حقیقت نخواستن طرف رو خراب بکنن، ولی همونجوری که روزبه نازنین گفت این شده. در این راستا چیزی هم که روزبه نگفت، هم خود ایشون هم بنده لااقل برای خودم میگم، خطاب به آقای آلن ایر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم نامه ای داده ایم و خواستار چاپ شفاف این نامه شدیم. شما هم گویا همین کار رو کردید، درست روزبه جان؟ من صدا رو در استودیو ندارم. من هم درخواست کردم از آقای آلن ایر که پاسخ وزارت خارجه آمریکا رو به اطلاع ما برسونه. در پاسخ نخستین ایشون گفتن نامه آقا رو، نامه مربوطه رو از آقای رورباکر دریافت کنید، که من بهشون گفتم ما نامه آقای رورباکر رو تو دستمون داریم، منتظر پاسخ وزارت خارجه آمریکا هستیم و امیدواریم که بر اساس اصول دیپلماتیک پاسخ آقای رورباکر داده شده باشه. و تا اونجایی که من آگاهی دارم، امیدوارم اطلاعات من درست باشه، امروز صندلی ریاست کمیته سیاست خارجی کنگره آمریکا در دستان آقای رورباکر نیست دیگه و یکی دیگر از نمایندگان کنگره جای ایشون رو گرفته، که حالا روز به جامعه در حال هستن که شاید یک ویلا و امکانات گندهی بعدها در باکو، چون آدم فرصت طلبی هم هست، در باکو برای ایشون داده بشه. و ولو که بسیاری هم عایدات امروز از طریق جریان های پانترکی کمک های شایانی به ایشون میشه، یعنی از آقای رورباکر تعجبی با گذشته درخشانش، اشاره اون دفعه من شما کردیم بن لادن و گروه های اسلامیست، یعنی اون چیزی که هر روزی که یه چیزی بتونه وسیلش رو توجیه بکنه نبوده. و مقاله کنت تیمرمن رو هم که خود فرزانه تلویزیون اندیشه اون بار در برنامه ما نشون دادیم که در مورد گذشته درخشان، منظورم به حالت کمیکه، این آقا چی نوشته بودن. اما چون صحبت از یک سری کرده بودی و قبل از اینکه ما به پتیشن ها بپردازیم، من میخواستم اولا سپاسگزاری بکنم از دکتر کاوه فرخ که نامه بسیار زیبایی در اعتراض به آقای رورباکر فرستاده بودن. سپاسگزاری کنم از آقای نادر پیمایی فرزند خلف آذربایجان که ایشون هم نامه بسیار قشنگی نوشته بودن. سپاسگزاری کنم از آقای سعید گنجی برای همین کار. سپاسگزاری کنم از دوستانی که در کادر یک نامه با آقای تیمرمن و آقای آرش ایران دوست این کار کرده بودن، مثل خانم گنجی، مثل خانم فیروزه غفارپور و غیره از اینها. ضمن اینکه بنده هیچ چرگم لینک ارگانیک یا چیزی در گذشته و حال با این گروه ها ندارم، اما در این راستای این کاری که کردن مثل روز به بیشک من نمیتونم جز آفرین به عنوان یک ایرانی بگم. روز به جان، دو تا قبل به پتیشن برسیم، اول دو تا پتیشن هست آقای اماد. اول پتیشن یک رو اول پتیشن فیسبوک یک رو نشان بدهید که 1734 تا های کالیت امضا داره
که این پتیشن پتیشنی است که خب کسان سیاسی هم نبودن، مثل خانم آتیه تکین دوست، این رو درست کردن که گفتم 1734 تا نام داره. هفته پیش هم گفتیم در آی پتیشن هستش. اگر بتونید لینک فیسبوک یک رو خیلی سریع نشون بدید سپاسگزار میشم، تا بعد بریم به فیسبوک دو که متن پتیشنی است که روزبه و دوستانش در کادر این جریان آذربایجان در اختیارشون. بله، لینکی که میبینید، واقعا من درودی دارم به خانم تکین دوست، حتما ایشون رو در یک برنامه خواهم داشت به عنوان ایرانی که اصلا سیاسی نیستن، اما اونجا که آذربادگان جان جانان به قول داریوش بزرگ ما سخنش میاد، همه ایرانی ها تنشان میلرزه و وجودشون میلرزه، این همه هزاران ایرانی که یورش بردن به اهل و ورزاقان برای کمک به هممیهنان آذریشون و در حقیقت برای اولین بار پوزه این گرگ های عقب مانده رو مثل دریاچه ارومیه رو واقعا ساکت کردن، نتونستن هرچی خواستن اچاف و دروغ بگن این بار دیگه نتونستن. درودی به تمام هنرمندان، به همه کسانی که از به مدد هم میهنان شدن. جناب اماد، بله، این پتیشن 1734 تا این دقیقه داشته. بریم لطفا پتیشن دو، فیسبوک دو، روز به جان لطفا در مورد این پتیشن من ممنون میشم الان سخن بگید. نه، فیسبوک دو لطفا، پتیشن چیز هست، پتیشنی که روز به مرز پرگوهر دارن، فیسبوک دو. بله، در گو پتیشن هست. روز جان در این راستا میتونی صحبت کنیم؟ از یک سری افراد فرهیخته اسم بردی که نامه ها و حرکت های اعتراضی رو انجام داده بودن. جا داره اینجا اسم پروفسور تورج دریایی رو هم اضافه کنم من. اون هم مقاله بسیار خوب و محکمی رو داره که از نشریات جنوب کالیفرنیا در همون منطقه خود رورباکر نوشته بود و فکر میکنم اون هم جا داره از حرکتش سپاسگزاری بشه. ضمن اینه که این مقاله پتیشنی که تنظیم شده توسط یک سری از دوستان، این کار انجام شده، یک کار گروهی بوده و خوشبختانه تا امروز تونسته نزدیک به 2700 امضا رو جمع بکنه. یکی از خصوصیت‌های خوبه که این وبسایت گو پتیشن داره که برای کارهای دیگه هم معمولا میشه ازش استفاده کرد، اینه که یک مقدار امضاهایی رو که جمع آوری میکنه، همون جوری که آریا خودش این وبسایت رو معرفی کرده بود، اعتبار مستندتری داره. در ضمن در پایان قرار خود پتیشن به اون مثل یک دفترچه PDF و جلد شده نسخه های اصلی این رو در چند نسخه برای کسی که پتیشن رو تنظیم کرده میفرسته که بتونن به اون محل هایی که درخواست کردیم اون رو به صورت کتبی هم اعلام بکنیم. و این به نظر من یکی از خصوصیات بسیار خوبیه که این داره. در ضمن اعلام کنم من هم جزو امضا کنندگان اون پتیشن آی پتیشن بودم و اون رو هم در فیسبوک و جاهای دیگه منتشر کردم و باور دارم نه اون پتیشن نه این پتیشن هیچ کدومش به من، آریو و هیچ شخص دیگری مربوط نمیشه. این تنها در دفاع از تمامیت ارضی و در پاسخ به آقای رورباکر بوده. موضوع دیگری که خوبه بهش اشاره بکنیم، من فکر میکنم وقت هم به اندازه کافی داشته باشیم که ددلاین خودمون رو یا زمان پایان جمع‌آوری این امضاها رو بذاریم روز 21 آذر ماه که در حقیقت سالگرد آزادی و بازپسگیری آذربایجان از دست نیروهای شوروی بودش. و اتفاقا اینجا هم خوبه اشاره بکنیم که در این مورد خاص تمام ایرانی ها با هم یک پارچه متحد هستند و یک صدا، و فکر می کنم روزی باشه که میتونه از نظر تاریخی هم جوابگوی آقای رورباکر باشه، به خصوص که یکی از رئیس جمهورهای پیشین آمریکا در جریان بازپسگیری آذربایجان از ایران در دوران جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی رو با حمله اتمی تهدید کرده بود و خود اون باعث شد که کمکی بکنه که ارتش ایران بتونه آذربایجان رو بازپس بگیره و پوزه پیشوری رو به خاک بماله. روز جان من یک اشاره ای در اینجا بکنم. موقعی که هری ترومن، این که از حزب دموکرات هم بود، این التیماتوم رو به جوزف یوگاشویلی ملقب به استالین میده و موقعی که کماندانت های ارتش سرخ یا اتحاد جماهیر ارتش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجبور میشن رخت بربندن و بعد از در حقیقت حمله ناجوانمردانه و اشغال آذربایجان اون منطقه رو تخلیه کنن، ارتش ایران
بنا به نوشته مستند سرهنگ زنگنه، هنوز نیروها پیشقراولان ارتش ایران به زنجان نرسیده، مردم غیور تبریز آخرین بقایای حکومت پوشالی پیشوری رو بر سرش خراب میکنن و دکتر جهانشالو افشار که خودش در کابینه پیشوری بود و بارها هم صحبت کردن، واقعا امیدوارم ایشون عمر 120 ساله داشته باشن و میدونم در یوتیوب هم هست، حتما در برنامه های آینده گفته های خود این نیک فرزند ایران ممکن متوجه میشه جریان چی هست و بسیاری دیگر پشت پیشوری رو خالی میکنن. بقیه خود آذری ها هستند که در ارتش به زنجان نرسیده در تبریز، در اردبیل و غیره، بقایای حکومت پوشالی پیشوری رو که دیگه کماندانت های اتحاد جماهیر شوروی بالاش نبود بر سرش خراب میکنن و متواری میشه. داشتید در مورد این 21 آذر به عنوان یک اکسیون و یک سرانجام سیاسی صحبت میکردید، این رو من ممنونشم، میتونید مختصر اشاره بکنید چه خط مش و چه برنامه خواهد؟ و من آفرین میدم به شما نیک فرزند ایران به عنوان کسی که یک جمهوری خواه است، آفرین به شما که اون چیزی که ایران میشه دلیلی نداره که اگر در زمان حکومت پادشاهی این به ایران برگرد امروز مثل بعضی ها ترش بشه، یا اگر برفرض جمهوری بود یک سری سلطنت طلب ها ترش بکنن. ایران ملک مشاه پدری است و من به شما و ایرانی بودن شما واقعا درود میفرستم. روز به جان. میتونین در این راستا صحبت بکنید کوتاه؟ خواهیم بله. من فکر میکنم تا روز 21 آذر ما میتونیم این امضاها رو همچنان جمع آوری بکنیم و بر اساس عکس العمل هایی که آقای رورباکر از خودش نشون خواهد داد تا اون زمان ما زمان کافی داریم، اگر ایشون معذرت خواهی بکنه، نامه خودش رو پس بگیره، تغییر موضع سیاسی بده و هزار اتفاقی که در بازار سیاست میتونه بیفته، این کار رو میتونیم به عنوان یک حرکت پیروزی یا به عنوان یک حرکت سمبولیک انجام بدیم و در حالت های دیگه میتونیم حرکت های اعتراضی، یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل دفتر ایشون قرار بدیم و اون روز بتونیم همه افراد رو از تیره ها و گرایش های گوناگون در کنار هم جمع بکنیم. من فکر میکنم این حرکت خوبی باشه. من در برنامه های آینده این جریان به طور دیتیل خواهیم پرداخت. در پایان به خاطر زمان نکته نظر دیگری در این راستا دارید برای هممیهنان؟ بازم سپاسگزارم. فقط جا داره اینجا یادآوری کنیم زمانی که مملکت ما و ایران ما و آذربایجان ما از هر سو مورد خطر و حمله قرار گرفته و همینطور در زیر حرکت‌ها و بلایای طبیعی هم قرار گرفته، هموطنان و نیروها و فرزندان فرهیخته‌ای که برای نجات هممیهنانشون و کمک اونها به شهرهای آذربایجان رفته بودند و توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدن، زمانی که جمهوری اسلامی مشغول انداختن فرش قرمز برای کسانی که بیان به کیان و تاریخ و تمدن ما توهین بکنن در تهران و برن، اینها رو دستگیر میکنه و جا داره به خصوص از یکی از جوانان حمیدرضا مصیبیان اسم ببرم که چند روز قبل از دستگیریش کتاب دفاع از تمامیت ارضی ایران که یک فرزند کرد ایران زمینه منتشر شده بود و امروز به خاطر کمک کردن به هممیهنان آذریش در بنده. من از شما سپاسگزارم، از تلویزیون اندیشه سپاسگزارم و به امید آزادی ایران و مرگ بر جمهوری اسلامی پاینده ایران. درود کبیر. روز به جان. دارم یک کپی امضا شده این نامه، این کتابی رو که فرمودید که این کرد پاک ایرانی نوشته، برای آقای علیرضا نوریزاده، برای دوست ایشون که میگن من دوست ایشون هستم و ایش غیر و غیره بفرستیم و برای اینجور آدم ها یک روز یاد بگیرن که زبان شیرینی با عمله که افراد مشخص میشن. من این رو به دوستان عزیزم در ایران میگم، حرفا رو گوش ندید، عمل کرد ها رو نگاه کنید، کارنامه های عمل رو نگاه کنید، سورپرایز های بعد اون موقع کمتر خواهد. روز به جان، من گمان کنم که راه حل شما راه حل دوم خواهد بود، یعنی میره برای اون کنفرانس پرس و تظاهرات در جلوی مرکز رورباکر، برای اینکه پولی که الیوف و کارتل های خون و نفت دادن و که خونه خراب میکنن بر سر مردم در آران، ایشون گمان نکنم بیاد صندوق بازنشستگی ناخلفش رو بخواهد مزمحل کنه. در هر صورت من از شما بسیار سپاسگزار هستم. درودی به شما و دوستان شما در مرز پرگوهر دارم.
پاینده باشید همیشه روز به جان. جناب امام، میریم و یوتیوب یک رو که یکی از فرزندان پاک نهاد آذری ایران هست در پایتخت دولت امپریالیستی و کلونیسیالیستی بریتانیا که امروز اون جریان همه سر خط نفت بچه ها سر اون نفت و گازه، وگرنه برای مردم اونور آران و برای ماها نیست، باور کنید همش به اونجا میره، به قول آمریکایی ها follow the money. این ویدیو رو پخش کنیم ببینید این فرزند غیور آذربایجان چگونه با شعارهای کوبنده خودش به زبان ترکی برمیگرده، هم جمهوری اسلامی رو افشا میکنه، هم پانترک ها رو، و همین که کسانی که مثل آذری موسوی، ببخشید آذری هستن، مثل موسوی اردبیلی، مثل رهبر رژیم خلخالی و غیر، این جنایات رو میکنن. چه لکه های ننگیشون میگن بر کارنامه آذری ها گمان نکنم، ما همه یکی هستیم، بر کارنامه ملت ایران هستن. ممنون میشم ازتون، این ویدیو رو تا آخر میبینیم و برمیگردیم. من به آذری هم من سوزم خودش زی طلب لای من بکن اوز مانین زیر خارلاره بذار زود آدوانه فدای طلب گویموشلار سیز غیرتیز یوکده یاد یادنزدان گشیم اوز مانی بیزن باشموزه نه بر آزان جتیزی بیزن نابوتموزه آربازلارموزه بجلارموزه هم باید تجابده لدیلر اونların هوشاقلارını آورده لدیلر اونları کشیلerini öldürdüler سیز خجالت کامیسیز Siz hicaret kendisiniz, siz uçur musunuz? Ne gününüzü de icazı verirsiniz? O boğulur kanı sözünü yadınızdan geçsin. Kileri, Mendoza Çakun bizim haruzumuz hadi. Bot kolu ve genceli yuvarı vatana geçer o. Siz dinleyicisiniz, bu vatanı parçalıyorsunuz. Çok şerefsiziz. Eğer size icazı verir, bu fikirlerdir. Yadınızdan geçip, boğazan kat, yadınızdan geçip boğazı kurandın. Ne kadar doğrandı, bu bizim vatanımız doğrandı ya. Şimdi siz, nedir bu şerefsiz? Ecnebi taraflara icazı verirsiniz. Boğazı kurandı payma öğretsinler, bizim vatanımızı parçalasınlar. Biz korumarız. İran, bizim aziz vatanımızdır. Azerbaycan'da bir İran'ın yüreğidir. Neşe yıllardır biz İran'ı ibadet edemişiz. Şimdi siz bize arman yara olsun. Özünüze buzgur tadı koysun. Ben Azerbaycan'ın geyretli uçakları, geyretli olanları ölür dikisin. Nakşet edesin. Aziz İran'ınıza için. Biz korumarız. Bir karış İran'ın toprağından ayrılsa, o da Cedai Talebi'nin adına. Siz anam, siz ki İran'ın alınmak toprağı fikrindesiniz. Bunu hasım. Biz korumarız. Bir karış, hatta bir karış İran'ın toprağından ayrılsın. Tamam bu bedbaklıklar, tamam bu pislikler, tamam bu gerebeklikler bizim başımıza gelip bu kalsın çok Hürriyet-Zami rejimin neticesidir. Buna katil, bu Hamene'yi, bu Kalkan'ı, bu Tadiyar-Zeyli, bu Hüeyliler, bu Fatih katiller, bu çok Hürriyet-Zami katilleri, Azeri zavurların iğrenç, utanç, Eğer biz bir demokrat ve merdivi rejimiz olsaydı, bunlar İran'ı hevaleti çekmezdiler. Bunlar adamı öldürmezdiler. Ve hiç kimse özüne icazı vermezdi. Tekne tarafını adına özüne göstermez. Babak'ı kullandığın ölümün vaziyetinde, vakti can verirdi. Bir cümle dedi. O da gel kaçan İran! Kaçan İran! Hollanda var İran! Hollanda 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 İran! حقا بچه های پاپک خرمی، بچه های ستارخان،
بچه های باقرخان، بچه های باکری هستید که ذره ذره خاک ایران رو همیشه پاس داشتن. یا شاسین بر شما. همیهنان عزیز، تا برنامه دیگر، به نام ایران، زادگاه زیباترین اندیشه‌ها، ایرانی باشید. دوستانی که امکانش رو دارن با من تماس بگیرن برای ترجمه. باور کنید باید ما در فقدان یک حکومت ملی عمل کنیم. پاینده و سرفراز باشید به نام زادگاه ایران، زادگاه زیباترین اندیشه‌ها. موقعی بالا میکشی بالا، مالو منالا میکنی هاشا، بارد میلنگ اولا بلنگ سیستم و سنگ مسی ماشالله. آه مسی ماشالله، که روشه خونچه به جوشه، خلق به خروشه داره تماشا، حوزه رو کایب ساده با کاسه، شهنه با نایب جمله گیر و سفا. مستی ماشالله، پنجه مار سر گنجه، پنجه به پنجه گسنه و دار، اون چه دیداره دستاش به کاره، حقو میگیره آخر دفا. مسی ماشالله، مرهم دردش کمی آزاد کرد.